در کشور ما امروز روز سیاهی بود، اما در جهان امروز میشه که بگیم که روز را انتخاب کردن به نام روشنایی، به نام امیدواری، به نام آینده نگری. یعنی امروز روز بین المللی آموزش است و در سر تا سر جهان کشور جنگ زده ما تنها کشوری هست که در جهان که در اونجا دختران از حق آموزش محروم هستن. سیاست های سختگیرانی ترستان طالب از خدا بی خبر ضد علم و دانش، ضد انسانیت، اینی بالای دخترها وقتی که اینا تطبیق کردن، اینها را از حق مشروعشان بر آموختن محروم ساختن و از حق کار و حق تفریح و حق بیرون شدن از خانه و حق تمام حقوق انسانیشان که در صدر اسلام عزیز بر از اونا داده شده، این وحشی های از خدا بیخبر نامسلمان اونا را محروم ساختن. یعنی امروز روز است که جهان می نازم و دانشی که سر تا سر جهان تسخیر کرده، امروز جهان احترام میگذاره به دانش و دانش دانش آموز ها می آموزن. اما در کشور ما واقعا رنجاور است که دانش آموز ها میگن که رویاهای خوده بر باد رفته میبینن و دورنمای زندگی خوده بسیار تاریک میبینن. شاید کسانی باشن که دخترها که به تنهایی یا به پنهانی یا در طریق اینترنت اینا به تحصیل خود ادامه بتن و به دنبال رویاهای گمشده خود باشن، اما با وجود آن هم باور دارن که هیچ بدیل برای مکتب و دانشگاه نیست. خب آنلاین میخوانن، یک نفر به یک نفر است، ولی فضای صنف و بودن در جمع و با استاد بودن و با شاگردها بودن و با خوارخونده ها و با اینا بودن یک فضای دیگه داره، فضایی است که هم صمیمیت ایجاد میکنه، هم زمینه رو برای رقابت های سالم ایجاد میکنه و هم برای رشد بهتر زمینه مساعد میشه در صنف. اما متاسفانه که سیاه رویان تاریخ این آرزوهای از گرفته. اما شاید شما در تاریخ خواندین که ظلم همیشه پایدار میمانه و هم ظلم چاروحشی بی سواد بی دانش که فقط استخدام شدن، ما هفتوار 40 تا 80 میلیون دلار از امریکا میگیرن و فقط زمینه را برای افز منافع غربی ها در کشور ما مساعد می سازن. این که چقدر مردم خود اذیت می کنن، این چون وجدان ندارن بر از اینا مهم نیست. اما بازم میگیم که همین چهره های طالب اگر دقت کنین شاید بسیاری از اینا هموطن ما نباشن، کسایی باشن که در همین جریان، در همین پاکستان و در همین جاها رشد کردن و اینا امروز میخواین که وطن ما به شکل بسیار بدوی قرار بگیره و سواد از کشور فرار کنه، مدرسه ها جاری شود، در مدرسه ها جوانان و نوجوانان ما مغشوشی شوند، همه انتحاری تربیه شوند، همه ضد انسان و ضد بشریت تربیه شوند و تا این جامعه دیگه رشد نکنه، تا این جامعه دیگه، تا این کشور دیگه سر بالا نکنه، تا این کشور دیگه تاریخ نخونه. ببین کتابای تاریخ جمع کرده میرن به خاطر دیگه چی نیست، دریزی که نسل بعدی بیگانه باشه با گذشته خود که در این گذشته اینا چه ضربات کوبنده بر استعمارگران قرن داشتن، چی انگلیس بوده و چی شوروی بوده و چی دیگه قدرت ها بوده. سینا تلاششان همیست که مردم ما را از نعمت سواد و دانش بی بهره بسازن. و قصه اون دخترک که فکر میکنم مهر ما بود نامش، یادتان هست چند وقت پیش که صنف ششم بود، اول نمره عمومی بود تا صنف ششم، ولی قصدن خود ناکام کشید که حداقل یک سال دیگه هم
در سن در کنار همسنفی های خود باشه و درس بخونه، چون میبینه که اگر فارغ سنفشاش میشه تمام رویاهایش تا زمانی که این توریستان وحشی در حرکه قدرت قرار دارن از بین رفته هست، یک دنیای تاریک است، هیچ روشنایی را نمیبینه، ولی یک سال هم برای خود غنیمت میبینه. اما کیها بیندای گرامی این زمینه را مساعد ساختن تا کشور ما به چنین روز و حال مبدل شود. شما دیدیم که در جریان 20 سال جمهوریت دست نشانده امریکا در کشور ما، مقامات دولتی کمتر کار کردن، خائن را آوردن به نام فاروق وردک در وزارت معارف کشور نصب کردن که این خائن پول به جیب زد و مکتب های خیالی، معلم های خیالی و شاگردان خیالی ساخت تا پول جمع کنه، تا از پول آرام و نامشروع برای خانواده خود زندگی مجلل و فردای بهتر بسازه، که امیدوار هستم دردهایی را که امروز مردم ما بینه خانوادیش اس کنه تا درد ملت اس کنن. و شما دیدین که در کنار دولتی های خائن و معاملگر و رشوتخور و دزد و دزدای چراغ بدست، این مردم ما بودن که تکان خوردن، جوانان ما احساس کردن که دیگه دوران تفنگ و دوران جنگ و کشت و کشتار و ویرانی و پایان رسیده، در قرن 21 زندگی میکنن، بهترین صلاح در زندگی امروزی قلم است و آموختن است و امراه بودن با زندگی امروزی که زندگی تکنولوژی است. ما دیدیم که جوانان ما به سرعت رشد کردن در تمام عرصه ها، بخصوص دختران کشور ما، زنان کشور ما، و این زنگ خطر بود برای دشمنان علم و معرفت در داخل وطن، در منطقه و در جهان، چون نمیخواین که یک ملت بیدار، یک ملت بادارش، یک ملت باسواد در این منطقه ببینن. اگر این ملت رشد میکنه، اگر این ملت باسواد میشه، اگر این ملت میآموزه و فردا قدرت اینا به دست میگیرن، دیگه باز امکانات استفاده سودجویان منطقه و جهانی در کشور ما کم میشه. اینا با یک نیروی آزاده برابر میشن که میفهمن چی کنن، وابستگی را رد میکنن و به استقلال میاندیشن. خواب های فراوان نسل جوان ما در سر می پرورانید، نسلی که واقعا مبدا دیگه چیزای بارمن نیستم بینده گرامی به آزادی بیان و اینایی که گفته میشه بود. آزادی بیان همگیش به اساس پولی بود که بیگانه ها دادن برای ما، تلویزیون ساختن و رسانه ساختن و این و آن ساختن، کلش 90% از این پول یوس آیدی بود که فقط روی اهداف خاص سرمایه گذاری کرد و رفت. وقتی که رفت آزادی بیان هم از بین رفت. اما هم از دید ما بادرترین دستاورد را که ما میتونیم در طول 20 سال جمهوریت دست نشانده امریکایی ها در کشور خود برجسته بسازیم، تحصیلات جوانان ما بود که در طول تاریخ کشور ما به این اندازه ما تحصیل کرده با دانش و همگراه و همگام با جهان امروزی نداشتیم. اما دیدیم که مشت از خائنی در آخرین سالهای جمهوریت در رأس خائن ملی اشرف غنی فراری و تیم خائنش و همفکران بی وجدانش چنان ماهرانه با عزت و آبروی وطن ما بازی کردن که در تاریخ بشریت شاید چنین اتفاق نیفتاده باشه. البته بعضی ها فکر میکنن که غنی و کرزی و خلیلزاد و احدی و زاخلوال و یتمر اینا انسان های چی هستن، جدا جدا هستن. اینا یک تیم فاشیستی هستن که نه بر قوم خود رحم کردن، نه بر مردم افغانستان رحم کردن، بر ای چیز رحم نکردن، فقط آمدن تامین کننده خاص بیگانه ها شدن و در آخر هم در یک قالب اشرف غنی، در قالب دیگه ظلمه خلیلزاد، در یک توافق نامقدس
نطفی شومی را پس آوردن در کشور ما جا دادن و قدرت به دستشان سپردن و با کمال بی‌شرمی نظارگر تمام جنایات این توریستان وحشی در کشور شدند. این که گاهگاهی صدا میکشن بیندای گرامی یا امریکایی ها با ما امنوایی میکنه و یا غم شریک میکنه، از دید من با کلی بیفایده است. چون امریکایی ها اگر احساس بشردوستی می داشتن، اگر امریکایی ها واقعا به انسان و احترام به انسان می اندیشتن، چنین مصیبت و بدبختی را بالای کشور ما نمی آوردن. و آل اگر غم شریک می کنن، باور کنین که اینا در فکر پلان های بعدی است که بدیل بعد از این کی را داشته باشن، کدام وابسته های خود پس نصب کنن که این تامین کننده منافع از اینها باشن. در روز بین المللی آموزش، در عوض روشن شدن مشعل علم و دانش در کشور ما، سیاهی حکم فرماست و کسانی در حرکی قدرت نصب شدن و حاکم بر سرنوشت مردم ما که نه با علم آشنایی دارن، نه از علم بهره بردن و نه با دانش امراه بودن، در جهالت بزرگ شدن، در جهالت زیستن و در جهالت امروز حکمرانی روایی میکنن بالای مردم ما. اینا پلانهایشان وسیست، ولی امیدوار هستم که همه جوان نازنین ما که در کشور تحصیل کردن، آموختن، سرمایه های بسیار کمیاب معنوی وطن ماستن، امروز وقتی که ما در کشورهای جا بیگانه بیرنار سرگردان بینیم، مخصوصا در همین تورنتوی ما، وقتی ما بینیم خدا شاید از بینندای گرامی عشق از چشمان ما جاری میشه. تحصیل کردن، بازیور علم و دانش خود آراسته ساختن، ولی امروز با ازاران مصیبت و بدبختی یا در داخل کشور سر پا گریبان هستن، دست پا گریبان هستن، و یا در همی تورنتو که ما زندگی میکنیم گجار ما نمی دیروز هم وطن از ونکوور هم شکایت داشتن از وضع زندگی. با چی مشکلات جوان 20 ساله 21 سالی ما امروز با مشکلات دست و گریبان هستن. شاید اندکی از اینا با یک امکانات بتانن پس به تأثیر و به آموختن بپردازن، ولی بیشتر از اینا مجبور هستن به خاطر نجات از بدبختی و مصیبت و پیدا کردن یک لقمنان در زندگی بسیار قیمتی تورنتو مصروف کار شون. وقتی مصروف کار شدن و خستگی روزگار اینا رو دیگر هم اجازه نمیده که برن درس بخوانن، تأثیر کنن و در همین جهت اقل زندگی بهتری داشته باشن. با شما یک جا نفرین میفرستیم و عاملین مصیبت و بدبختی، چی غنیس و موهبس و فضلیس و ایدومر است، چی در اون طرف همرالای سالیس و بسم الله و اینوهانه هستند که در تشکیل دولت اینا نقش داشتند و حاکم بر سرنوشت مردم ما بودن. اینا را الله پاک چنان ادب کنه، چنان جذابه که برای در تاریخ برای دیگرها یک تجربه باشه که نباید با مردم خود، مردمی که برای شماها صادقانه آمدن، دست خود بریدن، انگشتانشان بریده شد، شهید دادن، کشته دادن و شما خائنین رأی دادن تا در انتخابات شما به اصطلاح دموکراسی را در اونجا تمنی کنید، اما پایان کار همه تو بود که امریکایی ها به نام مبارزه با تروریسم آمدن، تروریسم پس آوردن و این شرف باخته ها هم آمدن از آزادی مردم ما، از اعتماد مردم ما، از ساده بودن مردم ما استفاده کردن، در حرکه قدرت جا گرفتن، ولی در پایان مردم ما را با چنین سرنوشته مبتلا کردن. الله پاک ار اون کسی را که به وطن ما، به مردم ما خیانت کرده، به جزای اعمالش برساند.